سلام، عرفان سلیمی هستم با 17مین قسمت از نقل ترانه در خدمت شما. از خوشی میمیرم با صدای بابک جهانبخش و ترانه مهدی ایوبی رو امروز براتون نقل میکنیم. قبل از اینکه نقد رو شروع بکنیم، ممنون میشم ازتون و خوشحال میشم که نقد ترانه در یوتیوب سابسکرایب کنید و در اینستاگرام فالو کنید، زنگوله های هر دو اپلیکیشن رو هم بزنید تا پست ها به محض اینکه آپ میشه خبرش برای شما بیاد و بتونید سریعا ببینید و استفاده کنید و با حضورتون در کنار ما در واقع رونق بیشتری به برنامه ما میدین و خوشحال میشیم که شما رو در کنارم داشته باشیم، چون که برنامه بهتر و قوی تری رو میتونیم براتون تولید کنیم. ترانه از خوشی میمیرم یک ترانه در قالب کار 6 و 8 است، ریتم 6 و 8 که روی ملودی نوشته شده، پس ما با وزنش کاری نداریم و قافیه ردیفش رو در واقع من مضمون رو بررسی می‌کنم. هر کسی عاشق حال منو میدونه، بذار کل دنیا به هم بگن دیوونه، بذار همه بگن به جنون کشیده کارم، تموم شه کار دنیا من با تو کار دارم، بد جوی عاشق شدم و این روزا مرگم که منو نمیکشه کنار، تپش قلب من میگه حتی هزار سال دیگه دلم خوش کنارت، من با تو صد نفرم دنبال درد سرم، با تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، وای دلم وای دلم، عشق تو شد کار دلم، دلم از عشق تو گیج طفلی بیچاره، دلم تو رو دوست داره، دلم تنهات نمیذاره، دلم دیگه وابسته نمیشم، آخرین بار دلم. ترانه مناسبه، به کاراکتر بابک جهانبخش میاد، کار موفق بوده تو کارهای بابک جهانبخش و مضمونش رو هم بررسی میکنیم. به لحاظ در واقع قافی و ردیف ها که من مشکلی ندیدم در طول کار، به وزنم که اشاره کم کنیم از این، هر کسی عاشق حال منو میدونه، بله، بذار کل دنیا به هم بگن دیوونه، بذار همه بگن به جنون کشیده کارم. این جنون که وقتی در مصرع سه میاریم کاملا دیوونگی خط دو رو تکمیل میکنه، تموم شه کار دنیا من با تو کار دارم، این کار کردی که این کار دنیا با تو کار دارم به جنون کشیده کارم، این سه تا کاره، با اینکه ما سه تا کار داریم تو در واقع دو خط میشنویم، یا در واقع میتونم بگم حالا در چهار مصرع میشنویم، اذیت کننده نیست. در واقع ترانه سرا خیلی هوشمندانه عمل کرده، اذیت کننده هم نیست و به لحاظ مضمون هم درسته. بد جوری عاشق شدم، این روزا مرگم که منو نمیکشه کنارت، تعبیر زیباییه، این روزا مرگم که منو نمیکشه کنارت. آره. تپش قلب من میگه حتی هزار سال دیگه دلم خوشه کنارت، اینم که مشکلی هم نداره، این دلم خوشه نمیکشه که قافیه بوده و کنارت هم که ردیف شده خیلی قشنگه، رو ملودی نمیشه شده، در واقع آهنگ کلمات رعایت شده، بیرون زدگی نداره. تقریبا میگه من با تو صد نفرم دنبال دردسرم، خیلی خوبه، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، مشکلی نمیبینم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، از دست میرم دستاتو میگیرم، همون کار کرده اون سه تا کار اول ترانه بود در بند اول، که اینجا هم از دست رفتن دستاتو گرفتن یک در واقع کار آوایی، چینش آوایی واژه هاست، که در واقع خب حالا ترانه‌سرای مهدی ایوبی ترانه‌سرای شناخته شده ایه و کار موفقی هم داره و فکر میکنم در این 6 و 8 هم خوب نوشته، لحاظ مضمون هم که یک عاشقانه خیلی ساده و رو راست و سرحاله. وای دلم وای دلم، عشق تو شد کار دلم، وای دلم وای عشق تو شد، من نمیدونم، خیلی ما تو ترانه‌مون نمیگیم عشق تو شده کار دلم، دل مشغولی دله، نمیدونم یه معنی دیگه، کار دل من شده عاشق، دل که کارش عاشق شدن، دل خواستگاه عشق و احساسای مثل خشم و نفرت و همین چیزاست دیگه. حالا وای دلم وای دلم عشق تو شد کار دلم، من فکر کنم این کار دلم رو آوردن چون خطای بعدی که مثلا بیچاره دلم، نمیذاره دلم، آخرین بار دلم ها قشنگ بوده، اینجا مثلا حالا قافیه دیگه مثل غیر از کار
مد نظر حالا ترانه سرما بود، من به نظر من کارا اگه عوض میشد بهتر بود. عشق تو شد کار دادن یه غلط مصطلح شده تو ترانه نویسی ما. اگه ما این کار دلم رو اگه بتونیم تغییر بدیم، کار دلم من میگم یه مقدار دیگه بعد از این حالت این قدیم مینوشتن اینا، بعد از این بیاییم بیرون. کار دل من اصلا کار دل عاشقی، حالا چه عاشق یه یعنی منت نمیتونیم بذاریم باش که بگیم من چون عاشق تو شدم عشق شده کار دلم، نه این خوب نیست. کار عوض شد، دلم از عشق تو گیجه، طفلی بیچاره دلم قشنگه، دلم از عشق تو گیجه، آره قشنگه. حالا اگه میشه درست میدم دلم از عشق تو مسته، حالا شاید هم مجوز نمیدونم. تو رو دوست داره دلم، تنهات نمیذاره دلم. بعد میگه تو رو دوست داره دلم تنهات، بعد چرا دیگه وابسته نمیشم آخرین بار دلم، فقط بخاطر اینکه دل از عشق گیجه. خب شما که اول برنامه داری میگی که من به جنون کشیده کارم، دنیا کارش با تو تماشا، من با تو کار دارم، بعد جوری عاشق شده مثلا دنبال درد سرم. تو که با یارت صد نفری دنبال درد سری، از خودت هم بیخبر میشی، با اون فکر میکنی، حالا چرا دیگه وابسته نمیشی؟ دیگه خوبه، این همش حسای خوبی داشته میگی، بعد یه ها میگی این همه حرف زدی مخو بزنی، بعد شده دیگه وابسته نمیشم آخرین بار دلم، مثلا دله گفته. بعد اگه تو میگی عشق کار دلته، عاشق شدن کار دلته، عاشق این آدمی شدی کار دلت اینه که عاشق این آدمی بشی، دست منت هم سرش گذاشتی، بعد چرا به دلت میگی دیگه عزیزم نگر، یعنی قول میدم به عزیزم، این پدری به بچهش قول میده مثلا دیگه تو نمیبرم فلان، دیگه نترسی و یه همچین چیزی اذیتت نکنه، آخرین باره بهت قول میدم من دیگه وابستم، تو این همه از عشق تعریف کردی و یه ها آخرش میگی دیگه وابسته نمیشم آخرین بار دارم. چرا؟ برای چی؟ تو همش داری در مدح عشق میگی، بعد یه ها عشق رو مزمون کردی و عشق رو آوردی پایین. بغیر از اون کاره و این خط آخره، گرچه آخرین بار دلم، حالا مثلا اگه کار کرده دیگه ازش میگرفتی، یا اگه مثلا یه جوری استفاده میکردی که ببین عشق با من چه کرد، بعد تو با یه طعنه‌ای با یه کنایه‌ای بگی اینجا این دیگه وابسته نمیشم آخرین بار دلمه، این طعنه توش نیست. خب چون شما یه جا آوردی طفلی بیچاره دلم، وقتی این طفلی بیچاره رو میاری معمولا همین میگن بدبخت گناه داره طفلک بیچاره، اینجا این بیچاره و آخرین بار درسته به لحاظ معنای همراستاست ولی در جهت معنای کل ترانه نیست. اما خب مشکل دیگه من تو این ترانه نمیبینم و در مجموع کار بدی نبود. و ولی تو شیش هشته بابک جنباش کاری هست به نام ایوای با ترانه محسن شیرالی، به نظر من خیلی شیش هشته قشنگ تری نسبت به این، من اون تو پلیلیستم دارم. خوشحال شدم که چند دقیقه در خدمتتون بودم با نقد از خوشی میمیرم، نقد ترانهش با صدای بابک جنباش و ترانه مهدی ایوبی. ما رو سابسکرایب کنید در یوتیوب، فالو کنید در اینستاگرام و همراه ما باشید که به عشق خودتون و به انرژی خودتونی که این برنامه ها تولید میشه امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.